چقدر ساکت و خلوت شده کوفه. از اون همه هیاهو که آماده بودن برای استقبال حسین دیگه خبری نیست، جز یک مرد کسی توی کوفه آواره نیست. از این کوچه به اون کوچه میده و اون مسلم ابن عقیل. یه خانومی اومد بیرون یه نگاهی کرد، گفت مرد چرا اینجا تکیه دادی به دیوار خانه ما؟ حتما خانواده تو هم نگرانن، نمیبینی مگه وضع شهر رو؟ مسلم ابن عقیل با صدای آرام گفت من در کوفه خانه ندارم. زن فهمید، گفت نکنه تو مسلم ابن عقیل هستی؟ نماینده ابا عبدالله الحسین آواره شد. من منتظر فرزندم هستم، بیا خانه ما. قریب گفت تا صبح نمیخوابید مسلم، هی میومد به آسمان نگاه میکرد، به سمت مدینه یک نگاه میکرد برمیگشت. زبان حالش این بود، به حسین نامه نوشتم بیا چه کنم، چگونه به او پیغام بدم. فردایی که او رو دستگیر کردن پس از زخمهای فراوان که به بدنش افتاد، گریه می کرد، مسخرش می کردن، گفتن مرد گریه نمی کنه. گفت برای خودم گریه نمی کنم، نامه نوشتم به حسین بیا. موندم چجوری خبر بدم آقا اینا نامردن، نیا به کوفه. خداوند متعال نخواست مسلم سطحش پایین باقی بمونه. برداشت لحظه های آخر خبر نداشت که میدونست آقاش بیاد با مصیبت مواجه خواهد شد، ولی دیگه از جزئیات که خبر نداشت. لحظه آخر خیلی آتش برش غلبه کرده بود، جنگیده بود، خسته شده بود و بعد خون از بدنش رفته بود. فقط آتش آدم رو هلاک میکنه. صدا زد تشنم آبم بدید، آب آوردن. مسلم آب نخوری ها، فردا مقابل ارباب لب تشنه افکنده نشی. دست تقدیر کمک کرد تا ظرف آب را آورد. نیست لب بالا شکافته شده بود، ظرف پر از خون می شد. ظرف رو برگردون، ظرف دیگر. آخر گفت نمی خوام، با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن. خوش به سعادتت مسلم ابن عقیل، خودت خبر نداشتی خدا داشت رو شبیه حسینش می کرد.